الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه خير خلقه محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عزيزان محترم وعلاقمندان برنامه مشاهير اسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با امید الله جل شانه بار دیگر 48مین برنامه مشاهیر اسلام را تحت عنوان ابوذر غفاری زبان تلخ حق آغاز میکنیم. در قسمت قبلی چنانچه که بیان کردیم، ابوذر غفاری رضی الله عنه زمانی که از زمزمه های بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاه شد، دلش بیقرار شد، آرام نگرفت و تلاش کرد که سرچشمه حقیقت را دریابه. بناً اولاً برادر خود را فرستاد به مکه و قناعت بخش نبود آنچه که برادرش برش آورد. بناً خودش حرکت کرد و آمد در مکه، چند روزی را سپری کرد و داستان غم‌انگیز ایمان آوردنش را که چقدر از خود شجاعت و استقامت نشان داد و لتکوب و شکنجه مشرکین را تحمل کرد در قسمت قبلی بیان کردیم. بعد از این که ابوذر غفاری رضی الله عنه ایمان آورد و از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه خواست که برگرده به سرزمین خود، اینجا از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه خواست که به ما اجازه بده که دعوت بکنم. یعنی اون ابوذری که قبلا آمده بود به مکه، حالا اون ابوذر نیست، یک انسان مشرک و یک انسان کافر آمد به مکه، حالا وقتی که از مکه برمیگرده یک انسان مؤمن، یک دعوتگر، یک مجاهد، یک با شهامت، یک کسی که یک پیام نورانیت را با خود حمل کرده و حالا به عنوان یک خیرخواه، به عنوان یک مصلح و به عنوان یک دلسوز به قوم و قبیله خود برمیگرده. بنان از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه خواست که به من دستور بده یا مرا اجازه بده که در میان قوم خود به عنوان یک دعوتگر برگردم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم برش اجازه دادن، ابوذر غفاری رضی الله عنه و مجردی که وقتی به قریه خود برگشت، اولین کلامی که آغاز کرد دعوت بود. اولین اقدامی را که در پیش گرفت اقدام دعوتی بود. بناً برادر خود انیس را دعوت کرد به اسلام. وقتی برادرش زیبایی های اسلام را، شگفتی ها و عجایب اسلام را، این عقیده ناب، این عقیده شفاف و صاف را از زبان برادر خود ابوذر شنید، تسلیم حقایق شد و اسلام خود را اعلان کرد. وقتی دو برادر هر دو مسلمان شدن، اینجا هر دو تصمیم میگیرن تا محبوب ترین و دوست داشتنی ترین فرد را نسبت به خود دعوت بتن. هر دو میروند پیش مادرشان و پیام اسلام را به مادرشان میرسانند. وقتی مادر پیام حق را از زبان دو فرزند خود دریافت میکنه و میاندیشه که واقعا این پیام زیبا هست، این پیام نجات بخش است، سعادت آفرین هست، بناً بیدرنگ اسلام را میپذیره و مسلمان میشه. اینجا وقتی که ابوذر رضی الله عنه میبینه که در اولین ساعاتی برگشت به قبیله خود موفقیت چشمگیری کسب کرده، پدر، برادر و مادر خود را به اسلام دعوت کرده، اینجا جرأتش بیشتر میشه، همتش بیشتر میشه و آغاز میکنه به دعوت دادن قوم خود. چند روزی نمیگذره که یک تعداد بزرگی از میان اقوام و قبیله غفار می آین و پیش ابوذر رضی الله عنه کلمه شهادت را اقرار می کنن و مسلمان می شوند. و ابوذر رضی الله عنه یک تن از میان اینها را به عنوان امیر و به عنوان امام برشان تعیین می کنه تا که برشان امامت بکنه. یعنی
در ظرف چند هفته ابو ذر رضی الله عنه به عنوان یک دعوتگر با استقامت و با اراده، یک دعوتگر با تدبیر و با پلان هدفمند، در جریان چند روز یک جماعت از مسلمین را تشکیل میده، برای اونها مسجد میسازه، نماز را اقامه میکنه و شعائر دینی خود را آنها آزادانه انجام میدن. یک تعداد دیگر از اقوام ابو ذر رضی الله عنه شرط میگذارن و میگن که هرگاه محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هجرت کرد، آن وقت ما میرویم و به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان میاریم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردن، یک تعداد بزرگی باقی مانده از قبیله غفار آمدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایمان آوردن. به این ترتیب تمامی قوم و قبیله ابو ذر رضی الله عنه مسلمان شد. ابو ذر تا زمانی که غزوه احزاب یا غزوه خندق در سال 5 هجری صورت گرفت، از میان قوم خود هجرت نکرد به مدینه. یعنی اونجا رسالت داشت، یک پیام دعوتی داشت و هنوز دعوت خود را تکمیل نکرده بود. بنان بعد از غزوه احزاب آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از این تمام عمر از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه گرفت که من در کنار شما باقی میمانم. یعنی به من اجازه بدین که من معیت و همراهی شما را بکنم و این شرف برای من حاصل شود. در باقی غزواتی که بعد از غزوه احزاب رخ داد، ابو ذر رضی الله عنه اشتراک داشت. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به غزوه تبوک می رفتن، ابو ذر رضی الله عنه زاد و توشه کافی نداشت، یک چطوری لاغر در اختیار داشت و امکانات زیاد هم نداشت. وقتی مردم حرکت کردند و از مدینه بیرون شدن به طرف صحرا، ابو ذر رضی الله عنه هم با اون شطر لاغر خود را در دامن صحرا انداخت و به دنبال لشکر حرکت کرد. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک قسمتی از صحرا وقتی شب شد، خواستند که لشکر را توقف بدن و شب را بگذرانند. بنابراین وقتی توقف کردن، دیدن که یک کس از دور میآید به طرف این کاروان. رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن و گفتن یک کس میآید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شاید ابو ذر باشه. وقتی اصحاب دقیقا متوجه شدن که این شخصی که از دور میآید و از بس که شطرش لاغر و ناتوان هست، شطر خود را پیش کرده، اما خورجین و بار و بنه خود را بر شانه خود انداخته و به دنبال شطور خود در حرکت است. وقتی شناختن، آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتن که بله، او ابو ذر هست و به طرف ما می آید تا در جهاد اشتراک بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن رحم الله ابا ذر یمشی وحده و یموت وحده و یبعث وحده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله جل شانه بر ابو ذر رحم بکنه، به تنهایی راه میروه و به تنهایی وفات میکنه و به تنهایی دوباره برانگیخته میشه و بعد از مرگ دوباره زنده میشه. یعنی در میدان محشر به تنهایی بلند میشه و حاضر میشه. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم واقعا یک حقیقتی را بیان کردن که بعدها تحقق یافت و ابو ذر رضی الله عنه واقعا از بس که حقگو بود، از بس که حقایق را صریح بیان میکرد، کاملا تنها ماند و باقی این موارد را در جریان این جلسه انشاءالله بیان میکنیم. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو ذر رضی الله عنه در مدینه زندگی میکرد و در کنار اصحاب بود. ابوبکر صدیق رضی الله عنه جایگاهی از ایرا خیلی گرامی میداشت، چون ابو ذر کسی بود که در گفتن حق از هیچ کس ترس و حراسی نداشت، هیچ واهمه ای در دلش وجود نداشت و همیشه حق را با صراحتی کامل بیان میکرد در پیشگاه هر کسی.
اما بعد از فوت ابو بکر صدیق رضی الله عنه، ابو ذر زیاد دلتنگ شد، چون دو یار شفیق و همدم خود را در ظرف دو سال از دست داده بود، هم رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم ابو بکر صدیق. بنابراین تصمیم گرفت که برو به شام و در سرزمین شام زندگی بکنه. وقتی رفت به سرزمین شام، تمامی خلافت عمر رضی الله عنه را ای در شام سپری کرد، به مدینه برنگشت. اما در زمان عثمان رضی الله عنه، وقتی که امیر المؤمنین عثمان بن عفان به خلافت رسید، در چند سال اول خلافت عثمان هیچ گونه موضوعی وجود نداشت. ابو ذر هم براحتی زندگی میکرد و همه ای مردم هم. پس آنها وقتی که در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه از اینکه فتوحات زیاد بود و از طرف دیگر عثمان یک متفکر اقتصادی بود، روش های اقتصادی و روش های مهمی را در پیش گرفت که سطح رفاه و تمول مردم بالا گرفت. مردم متمول شدن، سرمایه‌دار شدن و به آبادانی و عمران و بلند منزل ساختن و مفشن ساختن خانه ها و زندگی خود پرداختن. از این که ابو ذر یک انسان زاهد بود، با تمامی معنا به دنیا ارتباط نداشت، هیچ گونه دلبستگی به دنیا نداشت و ذره هم محبت دنیا در دل این صحابی بزرگوار وجود نداشت. بنابراین از این تشریفات و از این که مردم به دنیا روی آوردن، ابو ذر رضی الله عنه یک ناآرامی احساس میکرد. میخواست که مردم را نصیحت بکنه، مردم را توصیه بکنه که شما زیاد زراندوزی نکنین، شما مسافری بیش نیستین در دنیا. و وقتی که مردم را زیاد توصیه میکرد، مردم به تنگ آمدن، همگی نمیتونه ابو ذر گونه زندگی بکنه، همگی اون زهد و تقوای ابو ذر را نداره. رفتن پیش امیر المؤمنین معاویه رضی الله عنه، شکایت کردن و گفتن این ابو ذر ما را به حالت عادی نمیگذاره. امیر المؤمنین ابو ذر رضی الله عنه را خواست و با ای مباحثه کرد. هرقدر گفتگو کرد نتیجه نداد، چون دلایل ابو ذر مستحکمترین دلایل بود. حتی درباره آیه مبارکه ای که در سوره توبه می آید، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، درباره این آیت نظر امیر المؤمنین معاویه رضی الله عنه این بود که این آیت مربوط است به یهود و نصارا. اما ابو ذر رضی الله عنه می گفت نه، هر کسی که زراندوزی بکنه و دنیا پرستی بکنه، چی مسلمان باشه چی یهودی باشه چی نصرانی، شامل این آیت میشن. و در این مبارزه، در این مناظره و در این مباحثه ابو ذر رضی الله عنه غالب آمد و خیلی از مردم از ابو ذر رضی الله عنه طرفداری کردن. وقتی معاویه رضی الله عنه دید که از یک طرف رومی ها در مرزهای شام منتظر حمله هستند، و از طرف دیگر اگر ابو ذر رضی الله عنه در شام اقامت بکنه، شاید در میان مسلمان ها دودستگی و تفرق ایجاد شود، یک تعداد بروند در حزب ابو ذر و تعداد هم بانند در حزب معاویه و اختلافات بروز بکنه. بنابراین به امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه نامه نوشت که تو ابو ذر را به مدینه دعوت بکن. عثمان رضی الله عنه از ابو ذر خواست که بیا در مدینه زندگی بکن. ابو ذر رضی الله عنه اطاعت کرد و آمد در مدینه. وقتی چند روزی هم در مدینه زندگی کرد، دید که مردم کم کم به ساختن بلند منزل و عمارت و رفاه و آسایش و آرامش روی آوردن، محبت دنیا در دلهایشان جای گرفته. مردم کم کم دارن از اون ارشادات نبوی صلی الله علیه و سلم فاصله میگیرن. اینجا ابو ذر باز هم ناآرام شد، دلش در تپوش افتاد و همواره مردم را نصیحت میکرد. در هر مجلسی، هر کاروانی، هر اجتماعی ابو ذر رضی الله عنه حضور میافت و مردم را توصیه میکرد که به دنیا پرستی روی نیاورین، کاروبار بکنین، تجارت بکنین، زندگی خود را
رفاه و آسایش در او بیاریم، اما نه به این حدی که شما افراط میکنین. اینجا بود که وقتی مردم مدینه هم پیش امیرالمومنین عثمان رضی الله عنه شکایت کردن، عثمان رضی الله عنه از ابوذر خواست که تو برو در ربزه. ربزه یکی از قریه ها یا یک منطقه در حومه مدینه بود که مردمش نسبتاً دهاتی بودن و اونقدر با اساسات و امکانات شهری آشنایی نداشتن، یعنی یک زندگی نسبتاً فقیرانه. و عثمان رضی الله عنه میدانست که یگانه جایی که شاید ابوذر رضی الله عنه آرام بگیره ربزه باشه. وقتی ابوذر رضی الله عنه رفت در ربزه زندگی کرد، در اونجا هم تنها ماند. مردم زیادی از این فاصله گرفتن، حتی کس نمیتوانست که با ابوذر رضی الله عنه زندگی بکنه، از بس که فقیرانه و زاهدانه زندگی میکرد، یعنی همه چیز را کنار گذاشته بود. این داستان خیلی مشهور است که وقتی تعدادی از مردم از کنار خیمه ابوذر رضی الله عنه میگذشتن، به خاطر اینکه صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، آمدن که احوالش را بگیرن. وقتی داخل خیمه شدن، دیدن که ابوذر رضی الله عنه هیچ چیزی نداره. پرسان کردن: ای ابوذر، مگر اساس خانه و ظرف و ظروف و توشک و لباس تو کجاست؟ گفت: من نه ظرف دارم، نه لباس دارم، نه اساسات خانه، زیرا که صاحب این خانه برای ما وقت نمیته و ما را از اینجا میکشه. ما یک مسافر هستیم، چند روزی زندگی میکنیم. یعنی هدفی از ابوذر رضی الله عنه این بود که من اگر در اینجا، ما دائمی نیستیم، یک مقطع کوتاه زندگی میکنیم و الله جل شانه ما را از این دنیا میکشه و میبره به طرف آخرت. بنان ابوذر رضی الله عنه کاملا تنها مانده بود. و این معنا نیست که ابوذر رضی الله عنه مردم را به مشقت واداره، اما همیشه مردم را نصیحت میکرد. و طبعا نصیحت وقتی که با صراحت باشه، وقتی که کامل باشه، به طبع بسیار از مردم خوش نمیآید. و همین ترتیب وقتی که مردم بصره و کوفه و مردم عراق، مردم مصر دیدن که ابوذر رضی الله عنه از مدینه فاصله گرفته، رفته در ربزه به تنهایی زندگی میکنه، نمایندگان خوارج، نمایندگان بغاوتگران رفتن پیش ابوذر رضی الله عنه، میخواستن که از این جدایی اینها استفاده سو بکنن، بیرق متفرق و بیرق دیگری را در کنار خلافت عثمان رضی الله عنه بلند بکنن. آمدن پیش ابوذر رضی الله عنه و پیشنهاد کردن که ابوذر، تو یک بیرق دیگه بلند بکن، بیرق مخالفت را بلند بکن و ما دوروبر تو جمع میشیم، یا تو بیا به عراق، مردم زیادی در انتظار تو هستن، تو میتوانی که خلیفه باشی، امیر ما باشی، ما تو را میپذیریم و بر علیه عثمان رضی الله عنه سرکشی میکنیم، بغاوت میکنیم. اینجا ابوذر رضی الله عنه به اینها گفت: سوگند به الله، اگر عثمان مرا ببره در یک چوب بسته بکنه، به صلیب بیاندازه، یعنی مرا به دار بیاندازه، در چوب دار بسته بکنه و مرا سالهای سال شکنجه بده، باز هم من از دستور عثمان رضی الله عنه به اندازه یک سری سوزن پس و پیش نمی کنم خود را، یعنی من کاملا تحت امر خلیفه مسلمان ها هستم و از بیعت خلیفه خود را بیرون نمی کنم. این منافقین، این بغاوتگران دانستند که ابوذر طعنه ای نیست که به آسانی بلعیده شود. ابوذر یک شکاری نیست که با مکر و حیله به دست آورده شود. بنابراین ناامید شدند و برگشتند. و ابوذر رضی الله عنه شمع درخشان عمرش در این صحرا به تنهایی خاموش گشت و زمانی که وفات میکرد، جز خانومش هیچ کسی در کنارش نبود. و وقتی که وفات کرد، یک جماعتی، یک کاروانی میگذشتن از اون صحرا. خانم ابوذر رضی الله عنه صدایشان کرد و گفت: بیاین این صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم را شما دفن بکنین. در این کاروان عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هم حضور داشت. وقتی آمدن، دیدن که ابوذر رضی الله عنه واقعا
جان را به جان آفرین تسلیم کرده و در شرف دفن است. بنابراین عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفت که صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم راست گفتند که یمشی وحده و یموت وحده و یبعث وحده. ابو ذر به تنهایی را می روه، در حالت تنهایی می میره و در حالت تنهایی دوباره برانگیخته می شود. یعنی بعد از مرگ دوباره به تنهایی در صحرای محشر حضور می یابد. و به همین ترتیب عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جنازه ابو ذر رضی الله عنه را امامت میکنه و کفن و دفنش را پیش میبره و زندگی ابو ذر رضی الله عنه خاتمه میابه. انشاءالله پیرامونی فضیلت ابو ذر، پیرامونی کارنامه های ابو ذر و این که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره ابو ذر چی نظریاتی داشتن، انشاءالله در جلسه بعدی خدمت شما ارائه میشن. امیدوارستم لحظات خوش و با سعادتی داشته باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.